با سلام خدمت دوستان و پوزش از یک وقفه چند ماهه. خیلی های مدت ما رو مورد تفقد قرار دادن، بعضی هم سوال کردن که چرا همچین وقفه طولانی افتاد. من تو این پست میخوام یک کتاب معرفی بکنم تحت عنوان آموختن فلسفه ورزی، ولی قبل از اینکه این کتاب معرفی بکنم، برای پاسخ به سوال خیلی ها که این مدت تو این چند ماه چرا پیج فعال نبود، کتابی رو معرفی میکنم تحت عنوان قدرت بی قدرتان. کتاب خیلی کوچولویی است، حتما اینو بخونید، فقط نه برای اینکه من سوال رو پاسخ بدم، خیلی نکات مهمی هست، ولی پاسخ به این سوال هم هست که چرا یه مدتی وقفه افتاد. و بریم سراغ کتابی که میخوام معرفی کنم. کتابی که میخوام معرفی کنم آموختن فلسفه ورزی مال دل کیرنان لوئیس، ترجمه خانم حسینی، انتشارات مینوی خرد، چاپ اول معلوم 300 نسخه. 300 من فکر کردم اولی صفر اشتباه شده، ولی فکر میکنم که نه دیگه، 300 نسخه از کلن 300 نسخه از این کتاب چاپ شده. اسم کتاب چیه؟ آموختن فلسفه ورزی. وقتی میگیم فلسفه ورزی یعنی ورزش ذهن، مثل باشگاه ذهن. این همه شما باشگاه بدنسازی داری، آدم میره ورزش میکنه واسه سلامتی و فلان اینا. یه باشگاه هم داریم برای رشد ذهن یا ورزیده شدن ذهن، اون اسمش هست به یک معنا فلسفه، که ما نسلی رو داشته باشیم که ذهن پرورش یافته ای رو داشته باشن. برم سراغ فهرست کتاب و بعد یه قصدی دارم از این، به خاطر من در مورد خلاصه کتاب صحبت نمی‌کنم. فهرست کتاب ایناست: فلسفه ورزی چیست؟ فراگیر بودن نظریات فلسفی، پرسش‌های فلسفی، حکم باور صدق، فصل پنجم در باب مفاهیم، فصل ششم هدفتان کشف حقیقت باشد، فصل هفتم مطابق معیارهای نظری خودتان زندگی کنید، فصل هشتم استدلال‌ها، فصل نهم منابع باور، فصل دهم خطاها و مغالطات، و فصل یازدهم دلایل داوری و اعتماد. همونجوری که دیدید کتاب حدود 160 صفحه است. همونجوری که دیدید نه اسمی توش وجود داره از فلسفه و نه اسامی فلسفه وجود داره. چرا؟ چون مهمش اینه که فلاسفه چجوری صحبت میکنن، چجوری مینویسن، چجوری اقناع میکنن، چجوری به یک معنا استدلال میکنن. این همون متدی هستش که فلاسفه به کار میبرن. قبلا هم یه بار دیگه ما صحبت کردیم، ما دوست داریم که خودمون رو و نسل آینده رو افرادی رو داشته باشیم که با روش کار آشنا بشن، مثلا روش فلاسفه برای استدلال کردن، روش جامعه شناسا برای استدلال کردن، روش مورخین برای استدلال کردن، زمین شناسا، فیزیکدانا، زیست شناسا، ریاضیدانا، اینا چجوری فکر میکنن و چجوری استدلال میکنن. چرا موقعی که من و شما در مورد تاریخ صحبت میکنیم یه مورخ موقعی که من و شما رو نگاه میکنه میگه آقا اینجوری نیست، تاریخ اینجوری نباید نگاه کرد و به یک معنا تحلیل کرد، که خب این بعد تو آموزش پرورش اتفاق میافتاد، متاسفانه که نیافتاده. ولی میخوام بگم یکی از اون منطقا و روش ها روش به یک معنا فلاسفه است که به من و شما یاد بده فلاسفه چجوری استدلال میکنه و همدیگر رو قانع میکنه. مزایای کتاب چیه؟ مزایای کتاب اولی، کتاب خیلی کوچولویه و زبان خیلی ساده ای داره و ترجمه خوبی داره. چرا من کتابای کوچولو رو معمولا معرفی میکنم؟ شاید یه دلیلش این باشه که ما وقتمون کمه، یه دلیلش اینه که ما عادت کردیم به اینترنت واز کنیم. اگر چند صفحه بود که اصلا نمیخونیم، اگر یه صفحه باشه هم بازم رج میزنیم، یه خط درمیون میخونیم، منقطع میخونیم. کم کم احتمالاً ما با این روندی که داریم میریم احتمالاً دیگه در آینده ما حوصله خوندن کتابای طولانی رو متاسفانه نخواهیم داشت، به خاطر اینکه این نورال نتورک ما، این شبکه عصبی ما یاد میگیره که اینجوری بخونه. به خاطر همین شاید در آینده ما کم کم با کتابای حجم خداحافظی کنیم متاسفانه. بنابراین کتاب رو یک کتاب کوچولویه. و دومین ویژگی این کتاب این هستش که به هر حال ما رو یاد میده که چجوری فلاسفه با مهارت‌های فلسفه ورزی که مهمترینش تفکر نقادانه هست چجوری میرسن به حقیقت، یا حداقل اینکه به این حقیقت نزدیک میشن. چون میدونیم فلسفیا به معنی دوستدار حقیقته، برخلاف تبلیغات که هدفش به یک معنا اغناست. نمیخوام بگم تبلیغات خالی از حقیقته، تبلیغات میخواد اغنا بکنه توی باوری رو بپذیری، فلسفه میخواد بره ببینه چی درسته چی نادرسته و تلاشش رو در طول زندگی الهام بده که غلطا رو بذاره کنار و درست‌ترا رو به یک معنا انتخاب بکنه. بنابراین میتونیم اینجوری بگیم فلسفه ورزی واکسنه، واکسنیست برای ما و واکسنیست برای نسل آینده، برای اینکه تحت تاثیر تبلیغات، گفتن تبلیغات تحت تاثیر اسطوره ها، تحت تاثیر بت ها اینا قرار نگیره، بتونه خودش به صورت مستقل بگیره و به قول معروف استدلال کنه. امیدوارم که کاری کنیم که این کتاب به چاپ
چندم برسه، چون 300 واقعا یه ذره بعد دیگه، این خوب نیست. خب امیدوارم که اون کتابی هم که معرفی کردم برای پاسخ به اون سوال مهم و مطالب مهم دیگه مورد مطالعه قرار بگیره.